ما هیچ وقت نمیگذاریم که چنین قانونی که یک خانم بتونه دو شوهر بگیره و بدون چیزی که بالای خانم تحمیلی باشه و طلاق خود بگیره. هرگز محصلین پانتون کابل ایره قبول نمیکنه و شورای علمای افغانستان این تصویب قانون رد کرده و ما هم با جدیت رد میگیریم. امروز محصلین پانتون کابل که 21,000 محصلین هستند، اینها تظاهرات خود تا زمان ادامه میده تا که قانون رد شوه. اگر قانون رد نمیشه، محصلین پانتون کابل دست به تظاهرات خشونت‌آمیز خواهد زد. اگر این قانون تصویب شود، محصلین پانتون کابل، محصلین تمام افغانستان همراه صفوف طالبان یک جای شده و علیه دولت خواهد جنگیدند. اما ما از دولت، از پارلمان، از رئیس جمهور خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم که قانون جدیدی که تصویب کرده قانونی هست که خلاف قرآن هست. ما قانونی را می خواهیم که قلعه تا امره قرآن یک سان باشه. ما تا وقتی را که جواب خدا دریافت نکردیم این تظاهرات ما ادامه داره و وقتی که این تظاهرات مؤثر تمام نشوه، ما انشاءالله گامای بعدی را باز هم برخواهد قیام میکنیم علیه نمی دولت و نمی نظام. وقتی که اینا به قرآن ما و به پیامبر ما احترام ندارن و اینا خلاف اسلام، وقتی که اعلان کردن که ما دیگه قبول نداریم یعنی مواد قانون ما خلاف اسلامی چیز باید دیگه خواب تطبیق شود. پارلمان ما اعلان کرد که تایید است، رئیس جمهور ما توشی کرد و صرف اینا تصویب شد، در محکم اجرا می شد. در وقت ما مجبور هستیم، وظیفه دینی و ایمانی و وجدانی ماست که ما در مقابل این نظام قیام کنیم. ما نظام کامل اسلام را می خواهیم.